أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد عرض سلام و ادب و احترامات محضر همه شما عزیزان بیننده اعم از برادر و خواهر مسلمان ما امیدوارم که در هر جا هستین الله تبارک و تعالی برای همه ما اتباع سنت گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما عنایت بگرداند. عزیزان بیننده در محضر شما هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های مبارک و زیبای برنامه سید البشر شرح سیرت تابناک منجی عالم بشریت رسول معظم اسلام. عزیزان در این برنامه به ادامه برنامه گذشته در ارتباط با اوضاع کلی و جو کلی فضای شبه جزیره عربستان قبل از بعثت نبی خدا صلی الله علیه و سلم و بلکه قبل از ولادت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هست که در جزیره العرب چه موضوعاتی و چه حالاتی و چه مشکلاتی قبل از ولادت نبی مبارک اسلام در شبه جزیره عربستان وجود داشت. اگر در کل ما نگاه بکنیم وضعیت و اوضاع و فضای شبه جزیره عربستان و یا جزیره العرب که میگن فضای و اوضاع اقتصادی اونها، اوضاع اجتماعی اونها و اوضاع کلی شبه جزیره عربستان وقتی به بحث بگیریم کاملا اوضاعی متفاوت و بلکه مردم شبه جزیره عربستان در اوج ضلالت، گمراهی، لجنزار بدبختی و مشکلات قرار داشتند. در قدم اول خوبه که در ارتباط با اوضاع اجتماعی شبه جزیره عربستان و در زیر مجموعه اوضاع اجتماعی اونها عباداتی که اونها و در رأس تمام امورات زندگی اونها عبادتهای اونها که اونها چه کار میکردن، آیا اونها به کدام دین بودن. اولین بحث در اینجاست که در شبه جزیره عربستان که اکثر همه ما و شما خبر داریم و از طریق زبان مبارک علما و رسانه های دینی صوتی و تصویری ما شنیدیم که قبل از پیامبر مردم مصروف بت پرستی بودن، اما فلسفه ای که آیا در شبه جزیره عربستان از بد و پیدایش سرزمین جزیره العرب آیا در کل از ابتدا بت پرستی و بتکده ها وجود داشته یا نخیر، کسی او رو بنیان گذاری کرده؟ اولین انسانی که در جزیره العرب میایه و بت پرستی و شرک و اصطلاح دوگانه پرستیر در شبه جزیره عربستان بنیان گذاری میکنه شخص بسیار صاحب نفوذ و شخص بسیار با شهرت و قدرت و پولدار و دارای اقتصاد بسیار عظیمی، تاجری، کسی به نام عمرو بن لحی، کسی هست که این انسان در جزیره العرب از بسیار شهرت خاصی برخوردار هست و انسان آبدیده از لحاظ سفر و از لحاظ اجتماع در جامعه خود. زمانی که عمرو بن لحی به سرزمین شام در حرکت هست و برای تجارت رفت و آمد داره در سرزمین شام و عزیزان به نام سوریه و فلسطین و اتیوپی و کشورهایی که امروز به نام شام یاد میشه، سوریه تنها نبوده، دیگر کشورها هم بوده و از او جمله در سرزمین شام وقتی که عمرو بن لحی وقتی میره در او سرزمین برای کسب و کار و تجارت میبینه مردم مصروف به عبادت تمثال‌ها و مجسمه‌ها و عکس‌های و به اصطلاح نقاشی‌های هستند، اونها من حیث تقرب به رب العزت و الجلال و من حیث تقرب و نزدیکی به الله خود اونها عبادت می‌کردند. عمرو بن لحی وقتی که از اینها پرسان می‌کنه از بزرگان اونها میگن که این کار خیلی خوبی هست، تو هم می‌تونی یکی از این به اصطلاح مجسمه ها و بت های مبارک، چرا که پیش از اون خیلی
متبرک و مقدس بوده، میتونه تو از این تمثال‌های مبارک در سرزمین خود بیاری تا مردم توسط این برنامه‌های به نظر اونها برنامه‌های عبادی مبارک که داریم شما هم خود به الله وصل بکنین. سبحان الله. عمرو بن لوهی حرکت میکنه و برای از او بوتر میدن و مجسمه از عقیق سرخ. نبی علیه الصلاه و السلام میفرمایند که من وقتی در زمانی که خردسال بودم میدیدم و این بوت هبل از عقیق سرخ به شکل یک انسان او تراشیده بودن و او درست کرده بودن. و این میایه و عمرو بن لوهی در شبه جزیره عربستان در جزیره العرب و در مکه مکرمه در کنار خانه کعبه ایر یک جای نصب میکنه و مردم را شروع میکنه و فرا میخوانه به عبادت بت‌ها و به اصطلاح عقیده اونها نه بلکه وسیله برای رسیدن به محبت خدا و عبادت الله قرار داده بوده. خب عزیزان بیننده، بعد از اینکه عمرو بن لوهی بنیانگذار بت پرستی در جزیره العرب میشه و چون وقتی هجوم مردم برای عبادت بت‌ها بیشتر میشه میگن یک بت کم هست چه کار کنیم، و در روایات آمده که عمرو بن لوهی با جنیات هم ارتباط داشته به جنیات کافر با اونها ارتباط میگیره. کسی از جنیات برای از اون میگه که در جده در گوشه و اطراف جده منطقه برای از او معین میکنه، برو در زیر خاک 4 بت از زمان سیدنا حضرت نوح علیه السلام. حضرت نوح نجی الله میگه که از زمان حضرت نوح بتها 4 بته که قرآن عظیم الشان تصدیق میکنه، ود ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر. اینمی 4 یا 5 بتی که در زمان سیدنا حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام بوده اونها رو دفن کرده بودن و در منطقه جده این جن برای سلا عمرو بن لوهی میگه برو اونها رو حفاری بکن و اونها رو پیدا بکن. بعد از این که چون عموما شیاطین جنیات سرکش کسایی که اونها دشمن قسم خورده انسان هست و به الله و بزرگی و جلال الله شیطان قسم خورده که من تا زمانی که نفس در وجود من باشه برای گمراهی انسان یک لحظه غفلت نمی کنم، اونا همکار میشن با جنیات و شیاطین، خود را به شکل انسان قرار میدن، او را همکاری میکنن، کمک میکنن و او 4 بتر پیدا میکنن که این خدایان بزرگتر و قویتر و خیلی مقبولتر ما پیدا کردیم با قدامت زیاد از زمان سیدنا حضرت نو. 4 بتر اینها در کعبه در کنار بت هبل که از عقیق سرخ به شکل انسانی بود اینها را میارن آویزان میکنن. خلاصه بساط شرک و بت پرستی از اینجا شروع میشه تا اینکه به تدریج تمام مردم جزیره العرب حتی دعوت میکردن قبائلی که از اطراف شهر مکه از دیگه ولایات وقتی میامدن اینها را دعوت میکردن که شما بیاین با آیین بت پرستی. عزیزان عباداتی که اینها میکردن بعد از او که وقتی اینمو سنگ و اینمو چیزهای دست ساخته خودر اونها رب فکر میکردن، الله فکر میکردن، باعث شد که گفتن ما بیاییم در کنار ای خدایان خود باید عبادات مخصوصه اینها تراشیدند و درست کردند. یکی از او عبادات اونها چندین مراسم و مناسک داشتن در کنار بت‌ها و اوسان و اینمو به اصطلاح دست ساخته های خود مراسم و مناسک خاص داشتن. اولین مراسم اونها مسئله اعتکاف بود. اینها یکی از عقاید جاهلیت قبل از اسلام که هنوز قدوم مبارک و مشرف نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هنوز در دنیا و عرصه گیتی داخل نشده بود، قدوم مبارک اینها در اوج زلالت، یکی از مناسک و مراسم دینی اونها در کنار بت‌ها چی بود؟ اعتکاف در کنار بت‌ها میکردن. اعتکاف اونها در کنار بت ساعتی لحظه نصف روز یک روز دو روز شب گذر میکردن، یک شب دو شب یک روز، هر کس به اندازه توان میامدند و در کنار بت‌ها اوراد مخصوصی که داشتن ذکر میکردند و بعد از او و عبادت و اینمو به اصطلاح
فداکاری خود به همو چیزها ابراز میکردن. و دیگر از مناسک و مراسم اونها عزیزان طواف بود، به دور بت‌ها طواف میکردن و ایر برای خود وسیله تقرب به الله میدانستن و به دور بت‌ها طواف میکردن. و دیگر مراسم اونها هدایا و قربانی ها بود، حتی تا جایی که بعضی از روایات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمودن، در بعضی از روایات پیامبر میفرمایند که حتی کسایی بودن که اونها فرزندان خودن، مثلا اگر کسی 10 فرزند داشت، 11 تا 12 تا 5 تا کمتر، میگفت یکر در راه هبل و یا در راه لات و منات و ود و یغوس و یعوق و نصر و اسمای بتهای اونها بود، ما میاییم و ایر در راه خدای خود و بت خود ایر چکار میکرد؟ ایر ذبح میکرد انسان و طفل معصوم خودر و خون از رو به کنار بت و به روی بت میمالید و ادعای محبت با بتها و خدایان خود میکردن، که یکی از مراسم بسیار دلخراش اونها مسئله قربانی در نزد بتها بود. و قرآن عظیم الشان به تأیید این مراسم شنی و ناپسند اونها و مراسم کفری و شرکی اونها، الله در قرآن میفرماید و ما ذبح علی النصب، و آن چیزی که اونها ذبح میکردن در کنار بت‌هایشان، در آستان و بت‌ها ذبح میکردن. و دیگر از مراسم بد و ناپسندی که از مسئله بت و بت‌پرستی از اینها برمی آمد، بخشی از خوردنی ها و نوشیدنی های خود را در کنار بت‌ها قرار میدادن. و حرف جالبتر اینجاست که اگر کسی متولی و به اصطلاح کسی که ذمه‌دار اینمو بت بود، اگر کسی هدایای می آورد تعلق به مو انسانی داشت که اینمو بت رو در اونجا نصب کرده و منبع درآمد و عایدات بسیار خوبی برای اونها بود که از او راه اونها زندگی خود پیش می بردن. از او جمله خوردنی ها و نوشیدنی هایی که اونها با پای بت ها می انداختن، به تأیید این حرف الله در آیات مبارک میفرماید و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. آن چیزی که اونها از کشتزار، از کشاورزی، از خوردنی ها، از نوشیدنی های خود وقتی چیزی اختصاص میدادند، برای کی؟ برای بت های خود. و اونها به زی عقیده و فکر بودن که اینها توسط نظر و خیرات و نزور در کنار بتها ما محبت خدا رو به دست میاریم و ما خود به الله نزدیک میکنیم، که یکی از مراسم شنی و بد و ناپسند اونها در این مو زمان. خب عزیزان بیننده، پیامدها و درس‌هایی که ما امروز و با شما از این موضوع برنامه با شما نتیجه گیری می‌کنیم چند چیز هست. وقتی ما موضوع سیرت و سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را وقتی ما مطالعه قرار می‌دیم، باید تنها جنبه قصه‌گویی و جنبه به اصطلاح ساعت تیری یا جنبه ایر نداشته باشه که ما تنها وقت خود را گذر بکنیم با یادآوری از قصه های گذشتگان، بلکه ما باید درس عبرت بگیریم، مثل که قرآن عظیم الشان میفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار فاعتبروا یا اولی الالباب، در چندین جا قرآن میفرماید عبرت بگیرید ای صاحبان عقل، عبرت بگیرید، نتیجه گیری کنید و درس بگیرید ای کسانی که شما صاحب خرد و دانش هستید. عزیزان، ما نتیجه گیری و پیامدهایی که از این برنامه داریم، اول اینه که انسان مسلمان، انسان مؤمن در قدم اول وقتی که با کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله، با این کلمه توحید وقتی زبان خود را باز میکنه، اول باید رب خود را بشناسه، الله خود را بشناسه، و شناخت کافی از معرفت و عبادت با خدا را انسان داشته باشه. اگر در جزیره العرب اونها به بت‌ها رو آورده بودن، هدف در اینجا بود که اونها اگر در گمراهی بودن، چرا که اونها رب خود را نشناخته بودن.
قدرتای الله ندیده بودند، متوجه به ذات اقدس الهی نشدند، در نتیجه در این خلال عدم معرفت با الله و رب این شد که اونها رو به گناه و بت و بت پرستی و معصیت ها رو آوردن. در قدم اول یک جوان، یک مسلمان باید مسلمانی باشه که الله خود و رب خود کما حقه بشناسه. ذات عظیم الله چطور ذاتیه، چقدر مهربانه، چقدر این دین مبارک و زیبای برای ما، برای هدایت ما الله ایر توسط پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما برمغان آورد. و درس بعدی که و پیامد بعدی که ما از این برنامه با شما نتیجه گیری میکنیم این که فقط عزیزان عبادت، نذر، طواف، قربانی، هدیه دادن، هدیه کردن، همه اینها فقط خاص باید به خاطر الله تبارک و تعالی باشه. الا لله الدین الخالص. الله میگه آگاه باشین که این دین دین خالصیه، ذره غل و غش در اون نباید وجود داشته باشه. اگر هر عبادت انسان انجام میده، هر عمل خیری انجام میده، هر کمکی برادر مسلمان خود میکنی، اگر دست مسلمان رو میگیری، صدقه رو میدی، نماز میخونی، روزه میگیری، هدف خیر و نیک و دینی داری، باید به خاطر رضای خدا و به خاطر عمران و آبادی بندگان خدا در روی زمین خدا باشه. پس تمام عبادات انسان، هدایای انسان، قربانی انسان، تمام اموراتی که انسان در زندگی خود در تمام ابعاد زندگی انجام میده خاص به رضای الله تبارک و تعالی باشه و بس. عزیزان از همه شما سپاسگزار هستم اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. الله نازنین یار و مددگارتان.